با سلام خدمت همه شاگردای عزیز و با امید که جور صحتمند باشین شاگردای عزیز. امروز بخیر ما شما مضمون ریاضی صنف دهم، موضوع ما تابع پولینومی هست. اهداف ما بخیر تا آخر ختم شما با برسیم، طریقه رسم کردن گراف درجه دوم ما بیاموزیم و اینکه بتونیم x و y در محور دقیقت نقطه تقاطع با محور x و y دریافت کنیم، مدل محور متناظر گراف تابع درجه دوم دریافت کنیم. درس ما درس 39 هست و صفحاتی که بخیر تدریس میکنیم امروز از 125 تا 128 کتابتون است. خب شاگردای عزیز کتاباتون رو باز کنین. نقاط تقاطع گراف با محور x و y صفحه 124 کتابتان در قسمت پایین نوشته شده، دقت کنین کلگی. دیدین شاگرد عزیز؟ خب بسیار خوب. حالا شاگرد عزیز، ما قبل از اینکه بیم وقتی که یک معادله درجه دوم با ما میدن، میگن بگیرین شما گراف شر رسم کنین، ما میایم به یک قیمت وضع میکنیم که آیا این قیمتی که ما وضع میکنیم با ما آیا امکانش هست که همی رأس پارابولا را بده یا نه، یا اینکه محور تناظرش را چطور پیدا کنیم، یک کمی مشکل است. پس بهترین کار چیه شاگرد عزیز؟ که با استفاده از فرمول هایی که در معادلات درجه دوم هست ما چطور میتونیم را پیدا کنیم، با استفاده از این فرمول ها ما بیاییم نقاط تقاطع و بعضی موضوعات دیگه که ضرورت هست رأسش را، محور تناظرش را با استفاده از فرمول پیدا کنیم. خب میایم سر موضوع اصلی ما شاگرد عزیز. ما گفتیم معادله اصلی معادله درجه دوم چی بود؟ x مربع معادله عمومیش به x جمع c. خب دقت کنید شاگردی عزیز، در این موضوع ما میگیم که اگر همین y باشه، ما گفتیم تقاطع با محور x و تقاطع با محور y، اگر یادتون باشه گفتیم اگر x صفر بدیم به این معناست که گراف تابع با محور y قطع میشه، و اگر y صفر بدیم به این معناست که گراف تابع در محور x قطع میشه، یعنی محور x چی میکنه؟ گراف تابع قطع میکنه. حالا ببینید شاگردای عزیز، حالا اگر ما به شما بگیم که x قطع شوه، خب x که قطع شوه چندین شرط میداشته باشه. اولین کاری که میکنیم بگیم اگر y قطع شوه، خب اگر ما y مگه مساوی با صفر قرار بدیم شاگردای عزیز، متوجه باشید اگر y ما مساوی به چی قرار بدیم؟ صفر باشه. پس بگیم x مربع مثبت bx مثبت c مساوی به صفر، یعنی در حقیقت وقتی که y مساوی به صفر باشه چی معنا داره؟ بسیار خوب، یعنی محور x در چندین نقطه قطع میکنه، در یک نقطه، دو نقطه، یا هیچ قطع نمیکنه. حالا ما اگر دلتای را تشکیل بدیم، دلتا چی است؟ b مربع منفی 4 ac، درست است؟ حالا اگر دلتا که همین b مربع منفی 4 ac ما ببینید، من اینجا سه شرطش را به شما نوشته میکنم. اگر دلتا بزرگ از صفر باشه، یعنی ما همین گراف تابع محور x در دو نقطه قطع میکنه، قطع میکنه چی؟ گراف تابع. اگر دلتا مساوی به صفر باشه، به این معنا که گراف تابع محور x در یک نقطه قطع میکنه، و اگر دلتا کوچک از صفر باشه، به این معنا است که گراف تابع محور x در هیچ نقطه قطع نمیکنه. خدا کنه که ایره درک کرده باشید. سهش اولین کاری که میکنیم چیشو پیدا میکنیم شاگرد عزیز؟ اول دلتاشو پیدا میکنیم. خب بسیار عالی. حالا میم شاگرد عزیز، چطور میتونیم رأس پارابولا پیدا کنیم؟ چطور میتونیم که ما محور تناظرشو پیدا کنیم؟ ببینید ما اینجا یک فرمول میداشته باشیم، من ایره پاک میکنم، خدا کنه که یادداشت کرده باشین. خب همین x مربع جمع بی اکس جمع سی، از روی این فرمول ما میتونیم در حقیقت شاگرده عزیز چی را پیدا کنیم؟ میتونیم رأس پارابولا پیدا کنیم بسیار بسادگی، و اینکه میتونیم محور تناظرش را پیدا کنیم. خب اولی کاری که میکنیم بیاییم به طریق روش تکمیل مربعی را پیدا کنیم، درست است؟ میگیم که اگر ما از اینجا از اکس در حقیقت از ای فاکتور مشترک بگیریم میشه اکس مربع جمع b بر ax مثبت c. صحیح شد. برایش تکمیل مربع چی منو؟ خب شما ضریب x را نصف میکنین، او را دو چند میکنین، مثبت منفیش نصف میکنین، مربع میکنین، مثبت منفیش به خود دقیقه مقص اضافه میکنین، میگیم x مربع مثبت b بر ax مثبت b بر 2a
کل مربع و یک کمی منظم نوشته کنم به شما. بی بر دو ای کل مربع منفی بی بر دو ای کل مربع. مثبت چی شاگرده عزیز؟ مثبت سی. خب ما میتونیم بگیم که اگر ما این سه حد یک حد در نظر بگیریم به اساس مربع، ببینیم میگیم x مثبت b بر a کل مربع صحیح شد و البته a ما در جایش هست و اینجا منفی b مربع بر 4 a مربع را ما اینجا نوشته کنیم مثبت c. صحیح شد شاگرد عزیز؟ حالا ما بیم a را داخل قوس چی کنیم؟ ضرب کنیم. من اینجا به شما نوشتم میکنم میرم باز دیگهش رو خودتان میمانین در کار خانگی تان کوشش کنین که این مدل رو ادامه بدین. میگیم که a ضرب x مثبت b بر a کل مربع b بر 2a، البته اینجا هست ایره یادمون نفکر باشه b بر 2a کل مربع. خب و اینجا ما میگیم که منفی a را گفتیم ضرب کنیم، a ضرب b مربع بر 4 a مربع مثبت چی شد عزیز؟ سی. خب این a همراه a چی شد؟ از بین رفت. پس ما x مثبت b بر 2 a کل مربع منفی a، درست است؟ منفی a اینجا نوشته میکنیم b مربع بر 2 a مثبت سی. خب شاگرد عزیز اگر ما این یک حد در نظر بگیریم اینجا نوشته کنیم x مثبت b بر 2 a کل مربع، از اینجا اگر ما فاکتور مشترک بگیریم میشه 4ac منفی 4ac منفی 2b مربع منفی b مربع بر 4a. حالا اگر ما این رو اینطور نوشته کنیم که این مساوی با چی هست شاگرد عزیز؟ تمام ای ها مساوی با y هست، این فراموش تا نشوه مساوی با y هست. پس اینجا ما نوشته کنیم که x مثبت b بر 2a مربع و جایی نوشته کنیم کم. ببینید من اینجا این رو به شما میگم داخل، شما اگر ما بگیم که h ما اینجا باشه منفی b بر 2a و k ما باشه 4ac منفی b مربع بر 4a، در حقیقت ما این رو نوشته کردیم x منفی h کل مربع جمع کم مساوی با y. ببینید شاگرد عزیز در حقیقت اینجا ما شما اینجا چی کردیم؟ ما اینجا میخواییم نقطه رأس پارابولا پیدا کنیم، پس نقطه رأس پارابولا H و K نیست. من این رو پاک میکنم به شما، شما دقت کنین، نقطه رأس پارابولا من این رو پاک کردم H و K هست. ببینین پس من اینجا به شما نوشته میکنم رأس پارابولا، رأس پارابولا هست منفی B بر 2A و 4AC منفی B مربع بر 4A. این نقطه چی است؟ رأس پارابول. ما گفتیم که محور تناظر چی است؟ ما به شما یک روز گفتیم، پیشترم در درس گذشته به شما گفتیم محور تناظر گفتیم اگر از رأس پارابول بگذره و موازی با محور وای باشه. پس ما میتونیم بگیم که محور تناظر رو میتونیم از این استفاده کنیم منفی b بر 2a. صحیح شد شاگرد عزیز؟ حالا میم یک مثال عاجل کار میکنیم به خاطر که وقت برنامه ما کم هست. fx مساوی با 2x مربع مثبت 4x مثبت 5. من اینو پاک کردم. x مربع، خب fx مساوی با چی گفتیم؟ 2x مربع مثبت 4x مثبت 5. شاگرد عزیز دقت کنید، اولین کاری که میکنید با ما میگن گرافش را رسم کنید، اولین کاری که میکنید دلتا رو دیگه از دل خود قیمت وزن نمیکنیم، اصولش هم اینطور است، دلتا رو قیمت میمانیم. b مربع منفی 4ac درست از دلتا b ما اینجا چی از ضریبش 4 آفرین، 4 مربع منفی 4 a ما چی است؟ a ما 2 آفرین c ما کدام است؟ c ما 5. پس اگر من اینجا یک کنجک بتا نوشته کنم که a 2 است b ما 4 است و c 5 است چی مشکل است؟ صحیح شد شاگرد عزیز؟ حال میایم میگیم که دلتا مساوی با 4 16 درست است منفی 4 2 8 8 5 40. پس در اینجا در حقیقت دلتای ما مساوی با چند میشه؟ 4 میشه و اینجا 24. منفی 24 کوچک است چی برآمد؟ صفر. پس آیا اینجا ما گفتم میتونم گفتیم زمانی که دلتا کوچک از صفر باشه محور x در چند نقطه گفتیم قطع میکنه؟ در هیچ نقطه قطع نمیکنه. آفرین. پس اینجا ما شما تونستیم به راحتی چی رو پیدا کنیم؟ دلتا رو پیدا کنیم. حالا ما میایم دلتا رو پیدا کردیم دیگه چی رو پیدا میکنیم؟ قبل از اینکه من گراف رسم کنم رأس پارابولا پیدا میکنم. رأس چی رو پیدا میکنیم؟ پارابولا.
خب راست پارابولا گفتیم چی بود؟ منفی بی بر دو ای بود؟ درست است؟ فرمولش 4 ای سی منفی بی مربع بر چند بود مخرج؟ دو ای. خب شاگرد عزیز، حالا ما شما اینجا چی میکنیم؟ قیمت ها رو وضع میکنیم. ای بر 4 ای بود. خب بی ما چند است؟ میگیم منفی بی. بی ما چند است اینجا؟ منفی 4. دو ضرب ای ما چند است؟ آفر ای ما دو هست. سیست؟ خب 4 ای سی. 4 ای ما چند است اینجا؟ دو. سی ما چند است؟ 5. بسیار خوب. منفی بی مربع بی ما چند بود؟ 4 4 16. 4 ضرب ای ما دقت کنین شما وقتی که قیمت ها را وضع میکنین. خب این پس نقطه رأس پارابول در اینجا منفی 1 میشن، درست است؟ خب ما در اینجا میگیم که 4 5 20، 4 2 8، 8 5 40، 40 منفی 16 بر 8. شاگرده عزیز خب دقت کنین، شما چی میکنین ایره؟ شما اولین کاری که میکنین رأس پارابول ایره انجام میدین عملیش، درست است؟ که چند میشه اینجا؟ میگیم منفی 1. ببینین از دقیقه 4 میشه 28، 24 بر 8 که میشه منفی 1. منفی 1 و 3. منفی 1 و 3 دقیقه نقطه رأس چی است؟ نقطه رأس پارابول است. رأسشون پیدا کردیم، می محور تناظرش را پیدا میکنیم. x مساوی به منفی b بر 2a، x مساوی به منفی b. منفی b ما کدام است؟ منفی b منفی 4 بر 2 ضرب 2 که x ما مساوی میشه با منفی 1. پس منفی 1 هم پیدا کردیم، x هم محور تناظرش را پیدا کردیم. این محور چی است؟ نوشتم میکنم به شما، محور تناظرش هست. رأس پارابول هم پیدا کردم، منفی 1 و 3، و دیدیم که در نقطه هیچ نقطه‌ای را در نقطه x پارابول ما قطع نمیکنه، یعنی x در هیچ نقطه قطع نمیکنه. همین رو میخوایم به شما رسم کنم. رسم میشه اینجا به شما انجام میدم. ببینید پارابول معادل عمومی من بود fx مساوی بود با 2x مربع جمع 4x مثبت 5. شاگردان عزیز یک کپ متوجه باشید، ما در اینجا پیشتر اگه یادتان باشه y از صفر قرار داریم که دلتا رو پیدا کردیم، درست است؟ ما گفتیم در x قطع نمیکنه اگر x از صفر قرار بدیم. x که صفر قرار بدیم میتونیم بگیم که f صفر 2 ضرب 0 مربع مثبت 4 ضرب 0 مثبت 5 که بازی y ما مساوی به 5 میشه. صحیح شد؟ شما پارابول بسیار به سادگی توسط سه نقطه رسم کرده میتونین، بسیار به سادگی. ببینین حال ما شما میمیره چی رسم میکنین؟ پس نقطه‌ای که ما اینجا پیدا کردیم x ما صفر بود، خب در اینجا x ما دقیقاً صفر بود، بله. y ما چند پیدا شد؟ 5 پیدا شد. و در نقطه دقیقاً محور x هم گفتیم روش قطع نمیکنم. ببینیم چطوری رسم میشه. خب این محور y و این محور x. خب x و y. شاگرد عزیز دقت کنین کلگی، اول گفتیم رأس پارابولا میایم رسم میکنیم. منفی 1 و چند بود؟ خب اگر ما ایا رو در نظر بگیریم با شما کوشش کنین که اندازه هایتان حتما دقیق باشه، چون پارابول به درستی رسم شده، اگر اندازه دقیق نباشه پارابول رسم نمیشه. خب منفی 1 و 3. منفی 1 و 3 دقیقاً این نقطه میایه این نقطه، درست شد؟ این رسم پارابول است فکرتان باشه. خب دیگه ما گفتیم که قیمت دیگری که وضع کردیم صفر رو چند میه؟ صفر رو 5. 1 2 3 4 و اینجا اگر باشه 5. خب بیایم یک قیمت دیگر رو وضع کنیم شاگرد عزیز، به خاطری که بتونیم ما این گراف ما رو به راحتی چی کنیم؟ وضع کنیم. مثلا منفی 5 اگر با وضع کنیم، یا در کتابتون البته مثال های مختلف از خیر است، میایم همین فرمول ما میایم یک قیمت دیگه وضع میکنیم. اگر x ما رو منفی 2 وضع کنیم، درست است؟ اگر x ما رو چی وضع کنیم؟ منفی 1 وضع کنیم فرض مثال، یا منفی 2 وضع کنیم. 2 ضرب منفی 2 کل مربع مثبت 4 ضرب منفی 2 مثبت 5. پس f منفی 2 ما هست 2 2 4 4 2 8 منفی 8، درست است شاگرد عزیز؟ مثبت 5. پس 2 2 4 4 2 8 منفی 8 مثبت، پس f منفی 2 ما مگر شبه چند اینجا؟ 5. خب پس x ما منفی 2 بود و y ما چند پیدا شد؟
5 پیدا شد. 1 2 3 4 5 دقیقه اگر من بخوام رسم کنم بسیار به سادگی به اینجا میایم. گراف تابر ما اینجا چی میکنیم؟ رسم میکنیم به شما. توسط رنگ سبز به شما رسم میکنم. دقت کنیم. در حقیقت شاگرده عزیز شما زمانی که رسم میکنین اینجا ما به شما گفتیم این رأس پارابول است. درست است؟ اینجا گفتیم به شما که این رأس چی است؟ رأس پارابول هست. حالی زمانی که شما گراف پارابولی را رسم میکنین کوشش کنین که در حقیقت همین گرافاتان و همین نقاط مشخص به شما دقیق باشن. خب. سهشت. پس رأس پارابول در کدام گراف برابر شد؟ کدام محور از رأس پارابول؟ رأس پارابول ما رو میبینیم که منفی 1 و 3 هست. ببینید محور X اصلی گراف قطع نکرده، محور Y قطع کرده در نقطه 5 خودتان میبینید و اینکه شما پیدا کردید محور تناظر، محور تناظر ببینید آیا واقعا همین محور تناظر که ما منفی 1 پیدا کردیم هست یا نه. موازی گفتیم با محور Y رسم میکنیم، از رأس عبور میکنه. ببینید واقعیت منفی 1 نشد محور تناظر ما. منفی 1 محور چی ماست؟ محور تناظر. دهنه پارابول به طرف کجاست؟ به طرف بالا هست. اعظمی نقطه هست یا نقطه اصغری؟ بله آفر، نقطه اصغری هست. ای مادر اینجا بزرگتر از صفر است. دهنه پارابول به طرف بالا هست. شاگرده عزیز ای بود درس امروز ما. اگر ما بیایم جمع بندی کنم درس امروز ما در مورد چی بود به شکل عمومی؟ درس امروز ما در قسمت معادله درجه دوم بود و اینکه چطور ما میتونستیم که همین تابع درجه دوم ما رسم کنیم این بسیار با ما شما مهم بود و اینکه چطور تقاطع نقطه X و تقاطع با محور X و تقاطع با محور Y پیدا کنیم این موضوع دیگه ما بود و همچنین توسط معادله را که ما معادله درجه دوم به شکل دقیق تابع درجه دوم به شکل تکمیل مربع حل کردیم ما تونستیم که رأس ها و محور تناظر رو پیدا کنیم. درس امروز ما در مورد این موضوعات بود. خدا کنه که درس خوب یاد گرفته باشین. کارخانگی صفحه 128 تمام سوالاشو بازم یک دفعه پیش خود حل کنین. اگر جای مشکل داشته باشید توسط این سوالایی که من حل کردم ان شاء الله مشکلتون حل میشه. خب تا روز بعدی و جلسه بعدی وقت خوش. خدا نگهدارتون.